مارها در اشکال و اندازه ها و رنگ های مختلف یافت میشن و در اکثر نقاط جهان تعداد زیادی از اونها دیده میشه. اما یه سری از گونه های مار با برخی ویژگی های غیرعادی وجود دارن که بسیار کمتر از سایرین دیده شدن. برخی از اونها حتی ممکنه از اونچه که فکر میکنین به شما نزدیکتر باشن، از کبراهای آلبینو گرفته تا مارهای پیتون دو سر. در اینجا 8 مورد از نادرترین مارهای جهان رو بهتون معرفی میکنم. برای دیدن برخی از غیر معمولترین و منحصر به فردترین مارهایی که تا به حال دیده شده آماده باشید. شماره 1 این لیست رو از دست ندید، چون این مار جز مارهایی که به احتمال زیاد تا حالا ندیدینش. پس لطفاً حتما تا انتها با من همراه باشید. شماره 8، مار رنگین کمان. مارهای رنگین کمان در واقع از نظر جمعیت اونقدرها هم کوچیک نیستند، اما تعداد کمی از مردم از ملاقات با این گونه زیبایی رنگی در زندگیشون لذت بردن. مارهای رنگین کمانی به دلیل ماهیت خجالتی و عادت مخفیانشون تا حدود 6 فوت رشد میکنند و در دشت‌های ساحلی ایالات متحده یافت میشن، جایی که بیشتر حجم باتلاق‌ها و رودخانه‌ها و نهرها رو در خودش داره. اونها بیشتر عمرشون رو در میان زباله ها و پوشش گیاهی و زیر آب پنهان میشن و به همین دلیل که احتمال اینکه شما یکی رو پیدا کنید بسیار بعیده. نام رنگین کمان واقعا برازنده شونه، چون به نظر میرسی که اونها رو از یه سطل رنگ در آوردن. پشت این مار راهروهای براق قرمز و مشکی وجود داره. شکم اونها قرمز یا صورتیه و لکه های زرد و مشکی روی پهلوها و سرشون به وضوح دیده میشه. اساساً به نظر میرسه که از یه گلدون طلا در انتهای رنگین کمون صید شده باشن. اگه فکر میکنید این مار چیز خاصیه، پس فقط منتظر بمونید تا با مار شماره 1 روبرو بشید. شماره 7، کبرای سفید. اگه تا به حال با یه مار کبرای سفید روبرو نشدید، اینجا با یکی از کمیابترین مارهای جهان آشنا خواهید شد. کبرای سفید رو اونقدرها هم نمیشه از گونه مارها دونست به دلیل مشکلات سلامتی زیادش. معمولترین مشکلاتشون بیماری های ایسیمشل یا آلبینیسمه که هر دو مشکلی در باربر شدن مارهای ماده هستن، و یا بیماری پوستی کیستی که موجب از بین رفتن پولک های روی بدنشون میشه. رنگ چشمان اونها آبیه که باعث میشه فکر کنید با موجودی از سیاره دیگه روبرو شدید، ولی اگه یه مار کبرای آلبینوم باشه کاملا سفیده با چشمان قرمز رنگ، که به معنای واقعی کلمه به نظر میرسه که به تازگی از جهنم خارج شده. این مارهای کبرا به دو دلیل کمیاب هستند. یک، بسیاری از اونها با سلامتی کامل متولد نمیشن و به سختی به بزرگسالی میرسن. دوم، این مارها شرایط لازم برای استتار و پنهان شدن از شکارچیان رو ندارن و آفتاب هم باعث میشه پوست روشن اونها راحت‌تر بسوزه. ولی جالبه که مارهای سفید به راحتی دمای بدن خودشون رو تنظیم میکنن. همونطور که میبینید چیزی که از نظر ما به عنوان یه هدیه دیده میشه به نظر میرسه در واقع یه نفرین. بنابراین اگه با یکی از این مارها برخورد کردید برای آیندهش آرزوی موفقیت کنید، چون واقعا به این آرزو نیاز داره. شماره 6، مار سرقرمز. رنگ قرمز معمولا به معنای خطره و زمانی که طبیعت این رنگ رو به سرقرمز اعطا میکرد دقیقا میدونست که داره چی کار میکنه. مار آسیای جنوب شرقی نه تنها یکی از نادرترین گونه های جهانه، بلکه به طور باور نکردنی سمیه. خوشبختانه شما به همون اندازه که بعید یکی از این مارها رو ببینید امکان داره توسطشون هم گزیده بشید، و جالبه که این مارها تمایل زیادی دارن که از انسانها دور بمونن. اما اونهایی که به اندازه کافی شانس دوری از این مار را نداشتند باید تسلیم فلج شدن و در نهایت مرگ ناشی از خفگی توسط گزش سرقرمز می شدن. رنگبندی منحصر به فرد این مار تنها در سر قرمزش خلاصه نمیشه و تحسین نکردن زیبایی اون کار بسیار دشواریه. سرقرمز دارای بدن سیاه براق با نوارهای آبی و سفید و سر قرمز پر جنب و جوشش هم شبیه هیچ مار دیگه‌ای در جهان نیست. بنابراین اگه شانس ملاقات با یکی از این مارهای کمیاب رو پیدا کردید مطمئن شین که از فاصله بسیار امن تحسینش میکنید. شماره 5، مار دو سر. برای کسانی که با دیدن خزندگان استرس میگیرن، یه مار با یه سر معمولا به اندازه کافی وحشتناک هست. اما اگه با یه مار دو سر برخورد کردید چی؟ در حالی که اولین انگیزه شما ممکنه فرار و پنهان شدن باشه، باید حداقل یه لحظه وقت بذارین و نادر بودن چنین ناهنجاری ژنتیکی رو تحسین کنین. همونطور که در شماره 2 گفتم، مارهای آلبینو بسیار نادرند. حالا کافیه تصور کنید که در سال 2001 باغ وحشی در جنوب اوکراین یه مار شاه کبرای آلبینوی دو سر رو در مرز دید هزاران بازدید کننده قرار داد. این مار نه تنها با دو سر به دنیا آمده بود، بلکه در یکی از کمیابترین رنگ‌های جهان پدیدار شده بود. نگهبانان باغ وحش فهمیدن که هر سر برنامه خودش رو برای زنده موندن داره. در بیشتر موارد اونها جداگونه فکر می‌کردن، جداگونه غذا می‌خوردن و جداگونه واکنش نشون می‌دادن. اونها حتی برای غذا با هم درگیر هم می‌شدن. و همین دلیل کارکنان باغ وحش مجبور بودن هنگام غذا دادن بین اونها مانعی قرار بدن. مارهای دو سر باغ وحش فقط هر 50 سال یک بار به دنیا میان، اما شهرت و شکوه این مارها کوتاه بود، چون تنها چند ماه پس از نمایش به دلیل شرایط ژنتیکی خودشون مردن. شماره 4، مار رویایی. شانس شما برای پیدا کردن چنین ماری در بیابان تقریباً صفره. این مار از ترکیب 3 مار داسی نارنجی و داسی شکم زرد و داسی معمولی به دست اومد. این حاصل دست پرورش دهنده حرفه‌ای خزندگان جاستین کوبلیکاست. جاستین بیش از 15 ساله که روی شکل و ترکیب‌های مار پیتون کار میکنه و بهترین ویژگی‌های یه مار پیتون رو به کار گرفته و اون رو به یه پیتون دیگه ملحق کرده تا چیزی رو بسازه که اون رو به عنوان پیکاسوی دنیای مارها میشناسن. مار رویایی حاصل دست پیکاسوی دنیای مارهای پیتونه. مار رویایی ترکیبی از یه مار پیتون نارنجی، یه مار پیتون داسی معمولی و یه داسی شکم زرده. این یه مار نادر و زیبا در کل دنیاست. تمام پولک‌های زرد شکمش رو از داسی شکم زرد گرفته و جنب و جوشش رو از پیتون نارنجی گرفته و موتی بودنش رو از داسی معمولی به ارث برده. گرفتن 3 تا از بهترین خصوصیات مارهای پیتون اون رو به بهترین حیوان خونگی تبدیل کرده که برای کسایی که آرزوی داشتن یک خزنده منحصر به فرد رو دارن عالیه. شماره 3، مار سبز درختی. درست مثل مارهای رنگین کمانی، مارهای سبز درختی هم چندان نادر نیستند، اما بعیده که به طور عادی بشه با اونها روبرو شد، چون این مارها فقط در بخش‌های ساحلی شمال و شرق استرالیا یافت میشن. این مارها تمایل دارن در جنگل‌های بارانی و زمین‌های کشاورزی زندگی کنن. حتی اگه به یکی از اونها برخورد کنید، احتمالاً حدس نمیزنی که این یک مار سبز درختی باشه، چون همونطور که از نام اونها پیداست باید سبز باشه. ولی این مارها با رنگ سبزآبی و زرد یا سیاه هم وجود دارن. یکی دیگه از ویژگی‌های نادر این گونه برخلاف اکثر مارها اینه که دوست دارن در روشنایی کامل شکار کنن. بزرگوار دوست داره ببینه چی میخوره. مارهای سبز درختی به اطراف میلغزند و هر قورباغه کوچولویی رو که ببینن میبرن. در واقع این خزنده ها هر موجود زنده کوچکتر از خودشون رو که ببینن میبرن. خوشبختانه انسان ها از منوی غذایی اونها خارج شدن. نیش این مار بسیار دردناکه ولی سمی نیست. شماره 2، مار تاک سبز. نباید مار سبز درختی رو با اون اشتباه گرفت. مار تاک سبز یه موجود کوچیک و عجیب غریب از جنگل‌های بارانی گرمسیری آمریکای جنوبی و مرکزیه. سر نوک‌تیز اون به خودی خود منظری منحصر به فرد میسازه، اما رنگ نادر اون چیزیه که واقعا مهر تأییدی بر خاص بودنش میزنه. این مار در بالاتن سبز روشن و پایین سبز مایل به زرد، با چشمان طلایی و تمام بدنش هم با خال‌های سبز مشکی پوشیده شده. این مار تمام روز رو در میان شاخ و برگ درختان سر می‌کنه و خودش رو با خوردن قورباغه‌ها و مارمولک‌ها و پرندگان سیر می‌کنه. و یکی از میان بعدهای جذابش مرغ مگس‌خواره. نیش این مار برای انسان‌ها میتونه آسیب رسون باشه و کمی هم سمی. ممکنه باعث احساس گزگز و بی‌حسی شه، اما خوشبختانه کشنده نیست. بیشتر مارها چشمانی دارن که به طور جداگانه کار میکنه که دید اونها رو بسیار آزاردهنده میکنه. اما از این حیث مار تاک سبز شباهت بیشتری به ما انسان‌ها داره. چشمان اون با هم کار میکنند و در یک زمان روی یه چیز تمرکز میکنند و این ویژگی نادریه که مارهای دیگه ازش بی بهره هستن. شماره 1، مار اژدها. وقتی یه مار با یه تمساح جفتگیری میکنه چه چیزی به دست میاد؟ درسته، مار اژدها و این خزنده با کسی شوخی نداره. طول مار اژدها به 30 اینچ میرسه. دامی کشیده، سری بزرگ و 3 ردیف فخذهای غول‌پیکر در پشت خودش داره که اون رو شبیه به اژدها میکنه. همچنین یه رنگ سبز مایل به توسی داره که بی‌نظیره و فقط به ظاهر قرون‌وسطایی این خزنده برازنده است. این مارها در اطراف جنگل‌ها و مزارع برنج و نهرها و دیگر بخش‌های آبی در آسیای جنوب شرقی زندگی می‌کنند. از دهه 1960 تنها تعداد انگشت‌شماری از اونها مشاهده شده. این مارها بیشتر عمر خودشون رو در زیر زمین می‌گذرونند و فقط شب‌ها برای شکار بیرون میان. این مارها قورباغه‌ها و ماهی‌ها رو شکار می‌کنند و خوشبختانه تمایل چندانی به آزار و اذیت انسان‌ها ندارند. حتی اگه این کار رو انجام بدن شما چیز زیادی ازش حس نمی کنید، چون مار اژدها گونه‌ای سمی نیست و آب دهنش رو هم نمی پاشه. این بود ویدیوی 8 مار کمیاب در جهان. کدوم یکی از این مارها برای شما جذاب‌تر بود؟ خوشحال میشم نظراتتون رو با ما به اشتراک بذارید. امیدوارم از دیدن این ویدیو لذت برده باشید و مثل همیشه ممنونم که تا انتها با من همراه بودید و تا ویدیوی بعد خداحافظ.